دریافت کردید که عیسی نجات شماست عیسی نجات همه ماست عیسی دلیل اینه که ما اینجا هستیم عیسی امید ماست امید ما که در تمام این تزلزلات در تمام این اتفاقات امید ما بر خدای زنده است که در او حیات است خدا را شکر می‌کنیم برای این فرصت واقعا خوندیم ما هم یشوع نجات، حیات، شفای مادرتوست، توست ای ایسا او خدای بی ماست خدایی که هر کدوم از شما رو بی نهایت دوست داره و هیچ چیز رو دریغ نکرده که ما رو محبت کنه من قبل از اینکه پیغام رو از کلام با شما تقسیم کنم البته یه مقداری از این پیغام رو دفعات قبل بهش اشاره کردم پیغام های من یک مروری است بر پیغام های گذشته و یه چیزایی توش اضافه میشه که در اون شاید بتونین باعث برکت شما باشه که ایمان دارم که این انجام میشه قبل از اینکه پیغام رو شروع کنم دعا کردم عزیزان دعا میکردن که جنگ نشه من میخوام بگم بهتون جنگ شده دیگه چی میخواد بشه جنگ شده و حالا باید ببینیم که خدا چجوری دستاش عمل میکنه و من میخوام از شما عزیزان هر کدوم بیدار باشید و در دعا بیدار باشید خوشحالم که امروز وقت بیشتری رو به دعا دادیم فرصت داشتید همواره وقت بیشتری به دعا بدید برای اسرائیل برای ایران و برای دشمنمون جمهوری اسلامی دعا کنید من این ستا را کاملا منفک میکنم چون ایران با جمهوری اسلامی کاملا متفاوته بازم میخوام که همه بدونن و حتی دولت هلند از دیشب تا الان من باورتون نمیشه از جورنالیست ها پیغام داشتم که چی میخواد بشه و به کدوم سمت داریم میریم یک چیزی رو که میدونم که سالهاست ما فریاد میزنیم هر کدوم از ما در اینجا و چه عزیزانمون در ایران خود اسرائیل میگه که این جمهوری اسلامی میتونه خطرناک باشه برای دنیا و برای اسرائیل ولی متاسفانه توجهی به اون نمیشه و در این لحظه دیگه نمیتونن توجه نکنند. تا الان دولت ها میگفتن ما میخوایم از طریق مذاکره ایران رو آروم کنیم باهاشون راه حلایی بذاریم انرژی اتمیشون رو کم کنیم ولی دی... ما هی میگفتیم بابا اینا چه سال هفت گوش ندادن ادامه هم بدیم حرف گوش نخواهند داد پس باید یه کاری کنیم که این ظلم دستش از ایران کوتاه بشه و آمین شاید خیلی از مسیحا بگن ما نباید دخالتی داشته باشیم به عنوان مسیح، مسیحیان ولی من میگم نه اتفاقا ما همین الان سرود میخونیم در سرود ها و ملکوت تو بیاید یعنی ما میخوایم ملکوت خدا در ایران انجام بشه یعنی چی ما میخوایم دولت خدا در ایران ساکن باشه البته با این مخالفیم که من شخصا حالا شاید بعضی از شما با این مخالف نباشید ولی من با اینکه در مذهب در دولت دخالت کنه مخالفم مذهب خط و های خودش رو میده و حزب های مسیحی باید در دولت باشند که نظرشون رو ابلاغ کنن و بگن که چی خوبه چی بده نه تنها نظر بلکه بتونن حفاظت کنن آن چیزی رو که برای ما مسیحیان در ایران هست ایران رو من یک کشوری میبینم در آینده پر از ایماندار مسیحی به خاطر اینکه در حال حاضر در سوشیال میدیا اینستاگرام در تیک تاک در کلاب هاوس شما مشارکت های زیادی رو میبینین که افتادن به جون اسلام من خوشحالم خاطر اینکه اون حقیقتش داره بیرون میاد حقیقتی که هست و افراد میگن واقعا شما یک همچین پیغمبری رو با این سابقه تاریخی با این همه چیزهایی که در موردش گفته میشه چطوری میخواین ادامه بدین دنبال کنین کم فکر کنین افرادی که فکر نمی فقط تعصب دارن متاسفانه هنوز پیروی میکنن همین افراد دیشب تو خیابونا شادی میکردن من تعجب میکنم چطوری میتونین شما شاد باشید ولی اختی که در یک کشوری جنگ است چطوری میتونین به خودتون اجازه بدید شادی کنید فرقی نمیکنه به نظر من چه فلستین باشه چه اسرائیل باشه چه ایران باشه هر جایی که بمب ها ریخته میشه و افراد در اونجا میمیرن واقعا نمیدونم چه جای خوشحالی باید باشه ما باید خیلی خیلی کوتاه فکر باشیم که بخوایم شادی کنیم یا حتی بخوایم انتقام بگیریم کلام خدا میگه انتقام از آن خداست اگر قرار باشه انتقامی از کسی هم بگیریم بدون که باید تازه بیشتر بسپرینش به خدا و خدا این رو به ما یاد میده میگه که اون رو بسپر به من ببخش برای دشمنت در کلامی که ما یاد میگیریم میگه دعا کن و من میخوام واقعا دعا کنیم برای اسرائیل برای ایران برای دشمنمون جمهوری اسلامی دعا کنیم و این خیلی مهمه پس بدونیم که در بحوه زمانی خاصی هستیم و آماده باشیم چون مسیح می آید او به زودی بر می گرده. او نجات دهنده ماست که هیچ چیز رو دریغ نکرده که ما رو محبت کنه و به ما تو امروز بگه که من دوستت دارم حاشقتم و امروز میخواد به شما بگه که شما یک قدرت بزرگی هستید چون وقتی مسیح در شماست شما یک مسیح هستید که حرکت میکنید من امروز میخوام این فصل رو باز کنم در مورد انتظار هست دفعه قبل کوتاه در موردش صحبت کردم که واقعا ما همه انتظارهایی داریم کلا زندگی ما پر از انتظاراته از فرزندمون انتظار داریم از خدامون انتظار داریم از دولتمون انتظار داریم از اتفاقات اطراف که میفته انتظار داریم حتی از همین اتفاقی که در در این جنگی که شروع شده یه سری انتظارات هست یه سری حدس ها هست و انتظار میدونین دولت های خارجی چیه؟ متاسفانه تنها به تنها چیزی که فکر میکنن در اروپا خودشون هستش نه انسانهایی که میمیرن بلکه نگرانشون تنها اینه که از نظر اقتصادی دوباره نفت گرونتر خواهد شد و دوباره در اینجا بحران خواهیم داشت در صورتی که اگر سالهای پیش کمک می‌کردند و این جمهوری اسلامی میرفت این بحران ها نبود میتونست راه حل خوبی باشه و باز هم در دعا هستیم انتظار شما چیست؟ در این لحظه میخوام هر کدوم از شما به این فکر کنید انتظارتون در این لحظه از خدا چیه یه لحظه فکر کنید من چه انتظاری دارم از خدا امروز اگر میتونید اون رو فریاد بزنید بگید امروز همین جایی که هستید بگید من منتظر شفا هستم بگید من منتظر جوابم هستم من منتظر کار هستم من منتظر شفا در رابطم باشم هستم آمین 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 واو در این اعتراف قدرت است انتظار شما چیست انتظارها ما زیاده من نمیتونم قبول کنم که شما سکوت کنید نمیدونم برای من اینطوریه ولی همین که صدای شما رو نمیشنوم میدونم که انتظارات زیادی دارید این حقیقت میدونم که آمین پادشاهی خداوند در ایران و آزادی ایران این انتظار خیلی خوبیه ولی در همون مسیر من میخوام آیاتی رو با شما بخونم که در این آیات شما منتظر انتظارات خدا باید باشید در همین مسیر اگر پادشاهی خدا رو میخواهید خدا هم انتظاراتی داره از شما تا اون پادشاهی رو در ایران انجام بده اگر شفا میخواهید خدا هم یک انتظاراتی داره از شما تا اون شفا رو به شما جاری کنه البته فیض او کاملا بی, بی بدون انتظاره این رو بدونید داستانی رو من می‌خوندم که در کتاب مقدس هست میگه یک نفر میخواست افرادی رو سر کار بگذاره و به اونها باغبانی بود میخواست افراد رو که بیکار بودن توی خیابونا میدید جمع میکرد میگو بیا در باغ من کار کن یه سری رو صبح اول وقت گفت یک قنطار در روز میدم برو کار کن یه رو میان روز شب آخر شب حتی گفت برو کار کن و به همه اونها یک قنطار داد که خیلی ها انتظارشون چیز دیگه بود منتظر بودن که بهشون بیشتر داده بشه به خاطر که از صبح اول وقت کار کردن ولی دیدن که اه اونا همون مبلغی رو دریافت کردن که اون کسی که وسط روز یا آخر شب اومده این انتظارهای ما میتونه باشه از خدامون ولی خدا فیضش برای همه یکسانه خدا به ما یاد میده در این داستانش در این مسئلهش که من دوست دارم اینطوری خرج کنم تو به سخاوت من لازم نیست دخالت کنی و انتظار دیگه داشته باشی من قولی که به تو دادم عمل کردم من به تو گفتم به تو تمام اون وعده ها رو میدم و دادم بهت گفتم یک قنطار میدم دادم پس انتظار تو بالاتر از این نکن که چرا به اون و چرا به من بعضی اوقات انتظارات ما رفت پیدا میکنه به هم دیگه ولی اینجا مسیح یک سری انتظارات داره که در این آیات من میخونم که قبلا این آیات رو بهش اشاره کردم متی 22 آیه 37 تا 39 میگه نیسا پاسخ داد خداوند خدای خود را با تمام قلب خود با تمام ذهن خود دوست بدار این اولین و بزرگترین فرمان است و همسایه خودت را محبت کن پس ببینیم چقدر مسیح انتظارش رو داره اینجا میگه که ما چجوری میتونیم باید زندگی کنیم در میکا هشت شیش رو میخونیم یه ای انسان نیکو به تو گفته شده و میدانی که خداوند از تو چه میخواهد انصاف وفاداری فروتنی در راه خدای خود گام برداری حالت اینا تفسیری فرشیده میتونید کسی دوست داره باز کنه بخونه من خوشحال میشم میکا هشت شیش جالبه اینجا من کلمه موفقیت رو نمیبینم ما نجات پیدا شیش هشته آم میخوام شیش هشت خیلی ممنون پس من ممکنه باز دوباره آیات اینجا اشتباه نوشته باشم شیش هست اونجا که میگه میشه بخونید اگر لطف کنید خداوند از تو چه می طلبد جز که انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی آمین خیلی ممنون پس ببینید که چقدر واضح خدا صحبت از انصاف و وفاداری و فروتنی میکنه ولی صحبت از موفقیت نمیکنه من میخوام این رو بهتون بگم ما آفریده نشدیم و نجات پیدا نکردیم که موفق بشیم موفقیت ما در اینه که در ایمان و وفاداری در خدای خودمون قدم برداریم پس خداوند ما رو برای اینکه موفق بشیم نجات نداد شما رو برای اینکه وفادار باشید و فروتن باشید و انصاف و عدالت رو اجرا کنید و همدیگر رو محبت کنید نجات داده واو چه خدای بی‌نظیری داریم ما امیدوارم این آیه هم باز نپیچیده باشه کامپیوتر من یوحنا 13 آیه 34 و 35 اگه کسی میتونه این رو باز کنه و بخونه خوشحال میشیم که من نگردم یوحنا 13 34 و 35 امثال 31 8 و 9 یوحنا 13 34 35 حکمی تازه به شما می دهم و آن اینکه یکدیگر را محبت کنید همان گونه که من شما را محبت کردم همان گونه که من شما را محبت کردم شما نیز با یکدی باید یکدیگر را محبت نمایید از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید واو. آمین. پس ببینید ما نجات یافتیم انتظار خدا در برابر نجاتش اینه که ما هم دیگر را محبت کنیم آیا انتظار زیادیه فکر میکنید؟ انتظار زیادی نیست ولی خیلی سخته اگه میگه نه میتونی دستونو بالا کنیم سخت نیست کی میگه سخت نیست تا من بهش بگم کجاش سخت نیست سخته ولی در مسیح آسونه به خاطر اینکه میگه که همانطور که من شما رو محبت کردم در ایامی که پشت سر گذاشتیم ایامی که مسیح جانش رو برای ما داد و بعد از سه روز قیام کرد در این ایام چشیدیم که هیچ چیز رو مسیح دریغ نکرد جان خودش رو ضرباتی که خورد زخم ها همه رو تحمل کرد تا ما رو محبت کنه بنابراین امیدوارم شما هم آماده باشید با خوردن زخم زبان ها یا شاید چیزهای دیگه باز هم باید آماده باشیم تا همدیگر رو محبت کنیم امسال سی و یک هشت و نه دهان خود را برای بیزبانان بگشا به خاطر دادرسی همه بیچارگان دهان بگشا و عادلانه داوری کن فقیران و نیازمندان را دادرسی نما خدا میخواد که ما ساکت نشینیم وقتی جایی ظلمی رو میبینیم انصاف یعنی همین ما مسیحی نمیتونیم از اون شخصی که بهش حمله شده ضرب و شرط دیده ناتوان کنار خیابون افتاده مسیح گفت از کنار اون مثل اون فریسی یا لاوی رد نشو بلکه باید چیکار کنیم دهان خدا بکشویم حرکت کنیم کمکش کنیم ببریم یه جا بگیم که به این کمک کنید به این رسیدگی کنید تا من برگردم پس ببینیم عمل ما در این مسیر خیلی مهمه در امثال سی و یک یکی از انتظارات دیگه خداست از ما کولسیان همینطور هست در کولسیان 3 دوازده تا چهارده میخواین رو من باز کنم کولسیان سه دوازده تا چهارده امیدوارم بتونم سر پیدا کنم آیات زیادی رو امروز میخونم فقط به خاطر اینکه شما رو با یک سری انتظاراتی آشنا کنم که غیر معقول نیست بله اگه آماده کردید بفرمید پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است خویشتن را به شفقت مهربانی فروتنی ملایمت و صبر ملبس سازید نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانکه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید چنانکه خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشایید و بر روی همه اینها محبت را دربر کنید که همه چیز را به هم میپیوندد و شما را کامل میگرداند من میخونم از متا شیش اجازه بدید آیش پیدا کنم چارده زیرا اگر خطای مردم را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید اما اگر خطای مردم را نبخشید پدر شما نیز خطای شما را نخواهد بخشید آیا کسی هست که نبخشیده باشید در همین لحظه؟ میتونی ناراحت باشی از کسی ولی بخشیدنش چیز دیگه است باید ببخشیش و وقتی ببخشیش خود به خود اون ناراحتیه میبینیم که رفت چون وقتی مثل خدا ببخشید خیلی قضیه فرق میکنه در کولسیان میبینیم که خدا ما رو تجهیز میکنه میگه این لباس رو برتن کن و با داشتن اون لباس و همینطور از ما بخشش رو میخواد با بخشیدن همدیگه چقدر میتونیم ما تاثیرگذار باشیم برادر من خواهر من مأموریت بزرگی به تو داده شده و همینطور برای اون مأموریت تو و من تجهیز شدیم آیا میتونی این رو درک کنی در این لحظه انتظار خدا از تو مأموریت بزرگی است مأموریتی که برای اون خوانده شده ای مموریت شفاعت، مموریت محبت، مموریت اعلام نام خداوند ایسا مموریتی که خداوند با عشقش به تو داده و میگه عشق به من داشته باش و به همسایت میگه از من اطاعت کن کتاب مقدس خواستار اطاعت ماست از کلامش، از این مموریت میدونین چه چیزایی رو شیطان در زمان‌های آخر خیلی چیزا رو شیطان داره بهش حمله میکنه چیزای زیادی است ولی خب همه ما میدونیم به وقت همون خیلی حمله میکنه الان وقت خیلی کم شده با یه چیز کوچیک شما راحت وقتتون گرفته میشه به هویت انسان حمله کرده چجوری؟ من چندین بار مثال زدم در اینکه که شما در آینده در خیلی از دولت ها میخوان این رو اعلام کنن که شما اجازه ندادی فرزندت که به دنیا میاد بنویسی پسر یا دختر بعد از اینکه 18 سال شد خودش تصمیم میگیره غیر منطقیه کاملا ولی باور کنید به هویت ما داره حمله میشه یعنی به هویتی که خدا به تو داده داره حمله میشه بعضی اصلا میگن اسمش هم نذاریم فعلا بگیم هی بیا اینجا تا وقتی بزرگ شد خودش یه اسم خوب بر خودش انتخاب کن یعنی شما متوجه اصلا نیستید که شریر در چه مراحلی رو داره همینجور میزنه به کلام خدا حمله میکنه به اینکه این کلام دست برده شده فلانه به این بیسات به خود خدا حمله میکنه با اعتقادات آتیستی که فکر میکنم آتیست ها خیلی ایمانشون بالاتر از ماست اگه نمیدونین بخوام توضیح بدم بهتون خیلی ایمان دارن چون که اگه تو ایمان داشته باشی با تمام این چیزهایی که دور و برت با وجود خود شما که اینجا نشستین اگه من ایمان داشته باشم خدا وجود نداره خیلی باید ایمان داشته باشم به اون چیزی که بی ایمانم هم. برای همین میگم آتیست اتفاقا خیلی ایمانشون بیشتر از خیلی از ما هست به خاطر اینکه به چیزی ایمان دارن که می‌بینن ولی میگن نیست میچشن ولی میگن نیست پس ببینید به اونجا داره حمله میشه به هویت شما حمله میشه به کلام خدا حمله میشه به چیزهای زیادی که الان ما باید در اونها بیستیم بعد در اونها بجنگیم چون خدا از ما انتظار داره میگه من تو رو برای محبت کردن برای اطاعت از کلام خودم اینم یکی از نکات دیگه است میخواستم بگم یک دو تا کلید هست که ما رو میتونه در مسیر این انتظار خیلی کمک کنه یا در همه این مسیرهایی که با خدا قدم میزنیم میتونی نام ببرین دو تا کلید رو محبت روششه باید انجام بدین عیسی مسیح ایمانه شما ایمان دارید. دو کاره که باید انجام بدین یکی یه چیزی گفت توکل توش میتونه وجود داشته باشه بله عزیزان دعا شما کلام خدا رو میخونین ولی اون وقتی که با خدا دارید دعاست که اون رو گفتم وقتی که میدوزه دعا و اطاعت از کلام خدا شما اگه نگاه کنین دنیا داره به این سم میره که چرا باید اطاعت کنم یعنی چی اطاعت؟ توکلی که گفتین مجت... مکمل این دوتاست شما وقتی دعا میکنید و بعد از اینکه دعا کردید شما میگین که من اطاعت میکنم نسبت به این کلامی که خوندم این وعده خدا اون وقتی که کارهای بزرگی در زندگی شما انجام میشه ولی وقتی که مخالفت کنید با اون اراده خدا بعد متوجه میشین که خارج از انتظار خدا دارین حرکت میکنین من این مثال فکر کنم زدم مثل میمونه که هم من رفتم دندون پزشکی دیدم خیلی اتاق انتظارش شلوغه میبینم دندون پزشکی نیست میرم دستکشو برمی‌دارم خودم شروع میکنم به دندونامو عمل کردن میشه ماجره مستر بین و خرابکاری بزرگ بعضی جاها ما اینطوری اقدام میکنیم واقعا میخنده دار به نظر میاد ولی بعضی اوقات واقعا به جایی که توکل کنیم به اون کلامی که میخونیم و اون چی که خدا از ما انتظار داره اون انجام بدیم میایم چیکار میکنیم خودمون دست به کار میشیم با فکر انسانیمون میشیم هاجر خاجه رو میاریم تو کار تو زندگی همون. و امثال این اقدامات انسانی که در اون لحظه که شما تصمیم میگیرید تصمیم با شماست ولی سمره اون تصمیم خودش میاد متاسفانه نمیتونیم جلوشو بگیریم وقتی که اطاعت نمی کنیم از کلام خدا تصمیم با ماست هیچ نگران نباشید خدا شما رو کاملا آزاد آفریده که تصمیم بگیرید ولی اون جایی که سمرش بد خواهد اومد یعنی دیگه اون دست شما نیست وقتی که اونجا اشتباه کنید میبینید که واو چه نتیجه بدی خرابی بیرون خواهد اومد اگر من اون که خداوند داره که کلامش به من میگه در قلب من میگذاره اطاعت نکنم پس دعا و اطاعت میتونه اون انتظاری رو که خدا از ما داره عملی کنه در زندگیمون که اینها همش وقتی انجام میشه تبدیل میشه به اون توکر وفاداری وقتی من وفادارم که وقتی اطاعت کنم الان در همین کلیسا اگر ما از همدیگه لذت ببریم و مشارکت اگر از همدیگه اطاعت کنیم اون وفاداریمون رو نشون میدیم این نیست که من چی میگن کورکورانه دارم کاری رو انجام میدم نه اتفاقا خدا خیلی واضح داره میگه اینجا هیچ چیز کورکورانه ای در کلامش نیست واضح تر از این کلام من تو حالا نشناختم کورکورانه میدونید چیه اونی که فقط با تعصب چیزهایی رو دنبال کنید که میدونید درست نیست کورکورانه پیروی ادیان مختلفه من خیلی راحت اینجا میگم پیروی اسلام کورکورانه است به خاطر اینکه اگه شما در عمقش بری درکش کنی عمیق والدش بشی وقتی میخونی مطالبی که میبینی که من چجوری اصلا میتونم اینا بپذیرم ولی اینجا مسیح میگه محبت کن آیا این کار خیلی بدیه که ما پی فالوش کنیم اتفاقا افرادی که آتیست هستن چرا من به این اشاره میکنم به مسئله آتیست ها به خاطر اینکه الان دارن حمله میکنن به اسلام و مردم اسلام رو رها میکنن ولی چیزی ندارن اون حقیقت رو ندارن که اون رو دریافت کنن من به این اشاره میکنم به خاطر اینکه بدونین حقیقت واضحی هست که این معمولیت به من و شما داده شده تا این حقیقت رو ما به مردم اعلام کنیم و اون حقیقت ایسای مسیح ایسای زنده که هیچ چیز رو دریق نداشت گفت برو محبت کن آقا این حقیقت بدیه شما به من بگید کجای این اشتباهه اطاعت کردن از خدای زنده و کلامی که پر از برکته پر از وعده است کجاش این اطاعت کرکران است پس ببینیم چقدر مهمه که ما وقتی کلام رو میخونیم از او اطاعت میکنیم متوجه میشیم که واو من باید این رو به دیگری هم منتقل کنم باید اعلام کنم که این خداوند کیه دلیلی که این کلیسا در سال 1992 میتونم بگم شروع شد همین بود و الان هم همونه در ادامه هم همون خواهد ماند که ما به دنیا اعلام کنیم عیسی تنها راه نجاته ایسا خدای جس پوشیده است بر زمین کلام خودش میگه خداوند آنقدر جهان رو محبت داشت که یگانه فرزند خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد اینجا اطاعت میخواد اینجا ملاقات میخواد در اون دعاه و در اون اطاعت در دعا وفاداری شما میبینید که واو حیات ابدی برای من آماده شده میدونین چیزی که به خورد مردم اینن میگن که زندگی همینه بعدش تموم میشه هیچ کس نیومده تعریف کنه بگه به ما این چیزی که شما را آتیستاست میگن همین جاست من میگم اگر اینجاست خیلی ناانصافه اگر قرار باشه زندگی همینجا تموم شه واقعا بیانصافیه، بزرگیه. بزرگه چرا چون یه نفر مثل هیتلر میاد هزاران میلیون نفر میکشه خیلی راحت بمیره تموم شد یه نفر دیگه میاد اینقدر خدمت میکنه مثل مادر ترزا اونم میخواد تموم شه شما فکر میکنید این عدالت چطور اونجا برمیگردن میگن این چه عدالتیه که این همه بچه مفروج هست فلان هست ولی چرا اینو نمیگن این چه عدالتیه که با مرگ بخواد همه چیز تموم خبر خوش اینجاست این زندگی که شما به من توش هستیم شاید قطعه کوچکی از اون ابدیتی که ما با خدا زندگی خواهیم کرد مثل یه تناب در نظر بگیرید که ده کیلومتر طولش باشه شاید هم بیشتر بی نهایت فقط یه ده سانتش رو من دستم بگیرم این ده سانت عمر زندگی فرشید روی زمینه تو این ده سانته که مشخص میکنه اتفاقا که بقیه رو من کجا میرم با کی هستم اگر در این قسمتی که شما هستید آنچه که انتظار خداست شما انجام بدید اون وقت تا ابد میدونید یعنی تا ابد با خداوند پادشاهی خواهی کرد شما و من برای این نجات یافته ایم که جاودانه باشیم تا ابد این قدرت بزرگیه امیدوارم خودت رو در این لحظه کش، کشف کنی بفهمی که واو خدا در من چی کار کرده خدا با آفریدنده من برگشته و واقعا گفته چه نیکو میتونی بگی؟ خداوند با آفریدن من گفته چه نیکو اینو وقتی میتونی بگی که مسیح در تو زندگی کنه و تو در مسیح چون میگه بدون من هیچ سمری نمیتونی بیاری مسیح در من و من در تو خداوند واقعا ما رو با عشق آفریده او میخواد که ما کلامش رو بخونیم در کلام او رو اطاعت کنیم با فروتنی وعده های او رو محکم بگیریم و ادامه بدیم او میخواد که من و شما نور و نمک باشیم میگه که بگذارید نور شما بتابد در متا باز اگه اشتباه نداشته باشه شیش نه اشتباه میگم ببخشید متا 5 16 بعد باشه متا 5 16 میگه اجازه بده نور تو بدرخشد در متا 7 12 هم خوندیم ما هم دیگه میگه پس همیشه با دیگران همانطور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود و این آیه طلایی برای توست. این همون قلب کلام خداست با دیگران همانطور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بشه این هم باز پاسخ بزرگی هست میدونین یکی از چیزهایی که ها میگن میگن انسانیت کافیه برای اینکه آدم وقتی انسان باشه احتیاجی به خدا نداره خودت میتونی خدا باشی من این خبر رو بهشون میدم و این سوال رو میکنم هر موقع شما هر انسانی که این فکر رو میکنه شبا در خونه و پنجره رو باز گذاشت راحت گرفت خوابید اون وقت من میگم اوکی شما درست میگی همون شخصی که این حرفو میزنه شبا در خونهش رو قفل میکنه وقتی در خونه رو قفل میکنی در واقع داری اعلام میکنی که اخلاقیات کافی نیست قفل لازمه متوجه هستید اخلاقیات انسان کافی نیست به خاطر اینکه وقتی شما میگین که همینه تموم میشه چجوری میتونین اخلاقیات درستی داشته باشید چرا چون میخوای هرچی در این مدت زمانی که روی زمین هستی و تموم قراره بشه هرچی که دلت میخواد به دست بیاری و چون دوست داری به دست بیاری مرزات رو رد میکنی اخلاقیات رو زیر پا میگذاری پس هیچ وقت اخلاقیات نمیتونه دلیل این اینکه خدا رو احتیاج نداریم باشه اتفاقا خدا با دادن ده فرمانش اون اخلاقیات اولیه رو به ما یاد داد ولی گفت ببین تو با اونم نمیتونی نمیتونی با مذهب نمیتونی تو احتیاج به رابطه داری رابطه شخصی با خدا مسیحیت مذهب نیست مسیحیت تعییدی است بر مذهب که اینکه تو چهارچوب رو میدونی خانواده رو میدونی اخلاقیات رو میدونی ولی برای اینکه این چارچوب انجام بدی احتیاج به یک رابطه شخصی با خداوندت داری بعد اون وقتی که میتونیم ما با هم دیگه هم انتظارات خودمون رو به دست بیاریم هم انتظارات اون خدای زنده که منو تو رو آفریده و تو رو نجات داده تو خارق‌العاده هستی میتونی به هم دیگه بگین تو خارق‌العاده هستی تو بی‌نظیر آفریده شدی به خاطر اینکه خداوند تو رو نجات داده خداوند هیچ کوتاهی برای تو نکرده که نشون بده تو رو چقدر دوست داره خدا رو شکر من میخوام در اینجا واقعا بسنده کنم و بگم که خداوند انتظاراتی از من و شما داره از این به بعد در دعاهاتون خواهش میکنم این دعا رو اضافه کنین ای خداوند انتظار تو از من چیست امروز چه چیزی لبخند به چهره زیبای تو میاره من همون رو انجام بدم امروز کی رو میخوای سر راه من بگذاری تا امروز بهش بگم که تو چقدر عالی هستی من فکر کنم اگه هر روز این دعا رو بکنیم صندلی خالی اینجا نخواهد بود چون من ایمان دارم. هر دفعه که دعا کردم خداوند امروز اونی که من باید بهش بگم تو کسی رو سر رو من بیار باورتون نمیشه. خدا یک نفر رو به طور خیلی عجیبی در مسیر زندگی من قرار داده که تونستم بهش بگم ایسای مسیح کیه. خلاصه ای از سفرم بگم مسافرت خیلی خوبی داشتم در هفته گذشته هم کار بود هم استراحت و افراد خیلی زیادی رو ملاقات کردیم. ببین افراد درسته ممکنه برامون خیلی جالب باشه که ببینیم چه کوالیتی یا کیفیتی دارن ولی این که انسان ایسا رو ملاقات میکنه برای من خیلی زیباست من افتخار این داشتم با این عزیزان در مورد خدا صحبت کنم در صورتی که قرار بود در مورد چیز دیگه صحبت کنم ولی وقتی دیدم که افراد بی ایمان یا ایمان دارن ولی نمیدونن خدا کجاست در به در در جستجوی خدا هستن میخوان بیان و با ما خدمت کنن بهترین فرصت بود که من اجازه داشتم بگم مسیح کیه و چی هست و چی کار میکنه یکی از عزیزان دکترای انیمیشن داشت یکی دیگهشون بیش از سی چهل جشنواره فیلم در ایران و خارج ایران مدیریت کرده بود خب این کیفیت کار خدا رو هم بالا میبره وقتی این افراد ایمان میارن و میگن ما این خدا رو میخوایم پیروی کنیم برای این عزیزان دعا کنید من ایمان دارم که از طریق این کلیسا تا به حال خیلی ها ایمان آوردن از این به بعد هم ایمان خواهند آورد پس با هم این انتظار خدا رو تمام کنیم همدیگر را محبت کنید با تمام فکر با تمام جان با تمام دل خداوند خود را دوست داشته باشه و همسایه خودت را هم دوست بدار خداوند شما رو برکت بده خواهر لیلاه در پرسته شما ما هدایت شکر